سرما تراس جمع عقيل. راه فرار نداری، دست به شمشیر ببری، خانه را برایت جهنم میکنی. مشکل به طبعه معرفشه همه پیشاه دارم او را بکشن بنهش از امانش بده شد از خیب شد که با تو سخن میکنم. بخواهی بجنگی و کسان ما را بکشی، امیر به قصاص خون کشته هامان تو را میکشد. تسلیم شو. قول شرف میدهم از امیر برایت امان نامه بگیرم.
حرفی بزن مسلم. تشنه، قدحی آب میخوام. بنو رئیس، آبش دهید. البته در سفالینه ای که به حرام گوشتان آب میدهید. او مرتد شده و به هر چه لب بزند شرعا نجس است. بله امیر. مرتد توی؟ مرتد توی که بی قصاص آدم میکشی و خون کسانی را میریزی که کشتنشان حرام است. کسی که از سر خشم و سوء زن آدم میکشد بیشتر سزاوار ارتداد است. نفس و عرق چون توی نجس است که دلت را خانه ابلیس ساخته. ابلیس تویی که به پیروی از هوای نفس بر خلیفه مسلمین شوریدی و بر ولی مسلمین تیغ کشیدی و بین مسلمین نفاق کردی. ارتدادت محرز و مسلم است. من تو را برای رضای خدا خواهم کشت، نه از سر خشم و سوء زن. به خدا قسم تو ام الکذبی. این جماعت اگر مثقالی خوف از خدا داشتند به کذبت شهادت می دادند. افسوس که تعلقات دنیوی چنان مسلمین را افسون کرده که انصاف و شجاعت و ایمانشان زایل شده. ما بر خلیفه قاصف شوریده ایم. ما تیغ بر خلق و خوی قیصر و کسرا کشیده ایم. ما نفاق نکردیم، اتفاق کردیم. 12,000 نامه مردم عراق گواه ماست. چرا آب ننوشیدی؟ خون دهانم مانع شد. میبینی؟ خدا هم تو را دوست ندارد. میخواهد تشنه بمیری. این آب روزی من نیست، ورنه دریای رحمت خداوند بیکرانه است. شاید تشنه مردن اجر جهادم را کامل میکند. درک شما از خداوند مثل خودتان حقیر است. خیال میکنید خدا چیزیست شبیه آدمی؟ گناه خودت را دریاب مسلم. معرفت خدا پیش کشد. گمان میکنید در خلافت حقی دارید که خلیفه را قاصب میخوانید؟ گمان نیست، یقین است. شنیدید برادران؟ شنیدید؟ اصل و اساس دعوای اموی و علوی روی همین ادعاست. هی صغرا کبرا میچینند که وای دین، وای سنت پیامبر، وای قرآن، وای حدود احکام و قص علی هذا. این قول صریح و قاطع و محکم پیامبر است که فرمود کسی از من ارث نمیبرد. همه صحابه دور و نزدیک پیامبر بر این حدیث نبوی متفق القولند. حضرات چون نمیتوانند آشکارا با این حدیث بجنگند، خلیفه را دراز میکنند که چه؟ که بدعت آورده. بدعت؟ من نیز حدیث شریف نبوی را که نقل کردی شنیدم. علویان دایه ارث و میراث ندارند. در خلافت حقی دارند مثل همه مسلمین. خلافت شایسته صلحا و نیکان و مقربین و مؤمنین امت است. به خدا قسم علی و اولادش مقربترین و با تقواترین مردمان امتند. این سخن من نیست. خلفای پیش از علی هم به دیانت، تقوا و علم علی گواهی دادند. خاموش کذاب! دروغ‌هایت را به خلفا نسبت می‌دهید؟ به خدا قسم تو را طوری بکشم که از آغاز دین تا کنون کسی را مثل تو نکشته باشند. تو در خور آنی که بدعت‌های بی سابقه در دین پدید آوری. از تو بعید نیست کشتار نامردانه و بریدن اعضا و رفتار رذیلانه و مسخ کردن نعش و سنکوب کردن میت. کیست او ایچه از این مرتد زخم خورده باشد؟ منم امیر بکیر ابن همران احمری. این زخمیست که مسلم ابن عقیل بر من زده. بکیر،
او را از کنگره بالای قصر پایین بینداز و سر از سرش جدا کن. بله امیر. برو.